اکنون رسالت. باز پاس از شما دوستداران از برنامه رسالت که تا این دم به برنامه خودتان هستین، جناب دکتر صاحب در برنامه هستن با ما و این شما که وصایای خیلی زیبا و وصایای دارن که اگر در زندگی روزمره او را عملی کنیم انشاءالله که از هر لحاظ هم از بود اخروی به سعادت میرسیم، هم از بود دنیوی صاحب صحت کامل و وجود سالم میشیم. دکتر صاحب خوب از شما به جزئیات مسئله میپرداختین، چون وقفه آمد مشنیم از شما. تشکر. آله میایم سر این موضوع غرسه. من پیشتر گفتم وقتی تو یک عمل میکنی که ایمانت و عقیدت به او باشه، یعنی هیچ حرکت انسان بدون ایمان نیست. فکر کنین وقتی که ما مسلمان میراثی باشیم، ما نمیتونیم عبادات به طور شاید باید ادا بکنیم بدون شک، چون که مفاهیمش نمیفهمیم، حکمتش نمیفهمیم. ولی وقتی که ما حکمتای قرآن فهمیدیم، عمیق علم حقیقی پیدا کردیم، پس بسیار به شوق و ذوق ما اوامر خدا را ادا میکنیم و شکرانگیش میکشیم. اینا رو ببینیم، یکی از اعمال بسیار نیک که ما باید هر فرد بکنه و هر فرد قادر به ایست که بکنه او ایسته که اقلا در سال 3 نهال غرس بکنه. این اقلا و این نهال غرس کردن سعی کنیم که برای چقدر مفاد است. ما چرا باید درخت داشته باشیم؟ چرا سرسبزی باشه؟ این کلش به خاطر صحت است. یعنی هیچ حرکت ما به آخر گپش هدفش صحت است. وقتی که شما نهال غرس میکنیم، منطقه سرسبز میشه از نگاه مقبولی. وقتی که این رسارت نشان میده که شما وقتی که صبح از خواب میخیزین و چشمتان سر درخت ها مفته و سرسبزی رو میبینین، روانتان تازه میشه. یک. دوم، سرسبزی طبعا مساحه را مقبول میسازه. سوم، بزرگترین مسئله که ما هوا تنفس میکنیم، بیندای محترم شاید نفهم، ما روزانه 14 کیلو هوا تنفس میکنیم. شما فکر کنین که تنها ما شکر امی هوای تازه و خوبی را که خدا برای ما نعمت داده، ما تنها شکر دیر نمیتونیم که از خدای خود شکرگزاری بکنیم. میتونی شکر گاز ببینین که ما میخواییم سر از او یک کمک گرم سازیم خدا یا آشپزی بکنیم، کیلو چقدر میخریم؟ پس ایناله بزرگترین موضوع فیزیکی صحت ما یکیش مربوط هوا میشه. هوا اگر کثیف میباشه، ما وقتی که تنفس میکنیم ما به امراض مختلف و امراض مزمن دوچار میشیم، ما به سرطانات مواجه میشیم. پس این حال غرس نهال چی میکنه؟ هوا را تازه میکنه، اکسیژن بسیار تازه و خوبه و کربن دای اکساید از هوا دور میکنه. اینطور است وقتی که ما درخت میشانیم، درخت غذایش کربن دای اکساید است. او کربن دای اکساید میگیره، اکسیژن خارج میکنه. برعکس انسان، ما اکسیژن میگیریم، کربن دای اکساید خارج میکنیم. برای ما او زهر است، برای چیز، برای درخت او تغذیه است. شما ببینید سیستم خداونده که هر نقطه‌ای که فکر کنین، تدبر کنین، تفکر کنین، یعنی برای یک لحظه هم نمیتونه انسان بدون ذکر خدا دیگه زندگی بکنه. پس ایناله ای چقدر ساده است، این هیچ مشکل کار نیست. آیا هر نفر نمیتونه که 2 نهال، 3 نهال و 4 نهال غرس کنه؟ در کوچه خود غرس کنه، در خانه خود غرس کنه، در باغ خود غرس کنه، در اولی خود غرس کنه. ولی بسیار جای تاسف است که شما ببینین بیلدینگ ها را ببینین که به لک ها دلار مصرف کردن، پشتوی خانهشان یک درخت نیست. ایناله اگر امسال و توصیه مهیست، خب هر وقت ما انسان ها اشتباه میکنیم، غلطی میکنیم، گناه میکنیم، خداوند ما را میبخشه به شرطی که توبه بکنیم و کار نیک پیشه کنیم. پس امسال بیاییم مسلمان عزیز به خاطر فایده خود، به خاطر فایده همسایه خود، به خاطر فایده شهر خود و به فایده دنیوی خود و به فایده اخروی خود، حتما هر نفر باید تصمیم بگیره که اقلا 2 تا 3 نهال غرس بکنه و برزو بتانه که همسایه خود سرسبز بسازه. پس من خودم
وقتی که یک انسان توصیه میکنه بر انسانهای دیگه، خداوند در قرآن میگه تامورون ناس بالبری و تنسون انفسکم و انتم تتلون کتاب افلا تعقلون. میگه به دیگران به کار نیک امر میکنی و خودت فراموش کردی کتابا رو خوانده روانه، چه عقل داری؟ پس هر مولوی صاحب، هر ملا، هر انسانی که صحبت میکنه که شما غرس نهال بکنین، اول خودش باید اقلا یک 20 نهال 30 نهال خوب بشونه. و ما امسال فضل خدا تا حال ما چون در مشرقی بودم و فعالیت های ما در تمام ولایت و قریجات هست، به هزارها هزار نهال ما تانستیم غرس کنم. خود ما رفتیم به خصوص درخت های زیتونه، ما رفتیم در هر مسجد تا جایی که تانستیم برسه، در مساجد ما خود ما غرس کردیم و بر دوستا دادیم که غرس بکنن. یعنی اقلا ما خود ما تانستیم که به هزارها هزار نهال دست تا حال غرس بکنم. و عالم در ساحه کابل انشاءالله وقت داریم که من نهال های دیگر هم غرس بکنم. پس به این اساس بسیار شرم‌آور است برای یک مسلمان که او سالانه اقلا دو سه نهال غرس نکنه، و بسیار شرم‌آور است بر کسایی که تعمیرات بسیار بلند منزل جور کرده و یا تعمیر بسیار ساده را جور کرده و در پیشتوی خانش دو سه نهال نباشه، یک پنج نهال نباشه. دکتر صاحب سپاس از شما. دوست دارن از برنامه رسالت دکتر صاحب در برنامه با ما هستن. میریم بیدن پیام رسالت، وقفی آذان، نماز ظهر، آمده نشر از زود برمیگردیم. یقیناً که ما تو پیغمبر نه، تو ملک نه، فا اینی قریب، ما قریب هستم بنده خود، اجیب و ما اجابت میکنم. اوجیب و دعوت الله، حتی در بسیاری جایی که قرآن عظیم الشان وقتی که عظمت خدا میگه صیغه جمع را استعمال میکنن، نحن نزلنا القرآن، انا نحن نزل، لیکن در اینجا صیغه مفرد متکلم استعمال کرده به خاطر که دمیج هم در نظر یک کس یک چیز هست، نگفته که نجیب و اوجیب و انا، ملائکه یا داخل نمیشن کس را چیز نکنه. اسلوب عظمت همینجا در کار نمیده به خاطر اینکه مسئله عقیده است برای مردم خدا مشکل. بعد میاد میگه که شنیدید خودتونا، خدا نمیدونه به که پول بده. شنیدید یا نشنیدید؟ به یک شرابخوری که نماز نمیخونه پول داده، همسایه مسجد پنج وقت تو مسجد بازم فقیره. یعنی خدا نمیدونه؟ خدا خوبم میدونه. تو حوصله نداری، تو صبر نداری، تو طاقت نداری. حالت دوم اجابت دعا، خدا اون چیزی که خواستی بهت نمیده، اما یه بلایی که از بیخ گوشت میخواد رد بشه، میخواد تو پیشونیت بخوره، با همون دعا که کردید بلا ازت دور میکنه. سه حالت داره، اگر خیر درش بد میده، اگر خیر درش نیست که بده، یه بلای ازت دور میکنه. خیلی وقتا بلا از بیخ گوشمون اومده، فاصله من و تو با مرگ یک ثانیه بوده، یک ساعت بوده، خدا چرخونده، خودت هم فهمیدی که یک کار خیری کردی، یه دعای خیری در گذشته کردید. حالت سوم، اگر در دنیا بد نداد، بلا ازت دور نکرد، روز قیامت خدا نتیجه اون دعا رو برای ذخیره میکنه. روز قیامت که رفتی خدا میگه این مال توست، خدایا من که این کمه کار خیر نکردم، میگه یادت فلان روز دعا کردید، من صلاح ندونستم در دنیا بد بدم، برات ذخیره کردم که روز قیامت که میای چشمت روشن بشه. اینا همش نتیجه دعای خودت، مال خودته، مبارکت باد. حالت سوم توسل، توسل به دعای انسان صالح در حیاتش. معنیش چیه؟ یعنی کسی سر قبر کسی نره دست دراز بکنه. اگر سر قبر مرده رفتید، حتی پیغمبرم باشه، دست دراز کردی پیغمبر بده شفا بده مشکل حل بکن، این شرکه. توسل به دعای شخص صالح در حیاتش، زمانی که زنده هست. اونهایی که آدرس میدن فلانجا دعا می نویسن، فلانجا هیکل میبندن، فلانجا نمیدونم قند باد میزنن، فلانجا گل باد میزنن، گل به خورد مردم میدن. یعنی اسلام و عقیده اینطور پوشالی شده که گل باد بزنن بخورید. سه چیز باید از خدا طلبید، از غیر خدا طلبیدن شرکه. و سه کار را باید به خاطر خدا انجام داد، به خاطر غیر خدا انجام دادن هم شرکه، و هر کسی با شرک از دنیا بره بخشوده نمیشه. هدایت را باید از خدا طلبید، هدایت منظور هدایت توفیقی ها که دل به چرخا، هدایت ارشادی باید معلم راهنمایی بکنه. وظیفه پیامبران هدایت ارشادی و راهنمایی است. چرخاندن دلها هدایت توفیقی و اصلی دست خداست. اگر هدایت چرخاندن دل دست پیامبران بود، حضرت نوح علیه السلام پسرش رو هدایت میکرد، حضرت ابراهیم پدرش، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم عموش و زن عموش.